من بیکار بودا، این همه جای خوب تو شمال رو ول کرد، اومد تو کوه کمر به دنیا اومد. خب نمیومدیم. نمیشد که، مگه تو چند وقت ایران میمونی؟ بریم شهرش کنده شد دیگه، خسته شدم. یعنی اصلا حوصله سر و کله زدن با یه مش پشت کوهی رو ندارم. بابا خیلی باشون عیاق بود. خب آره، به خاطر اینکه خودش هم پشت کوهی بود دیگه. داداش دیگه تعریف کن. چی بگی؟ چی بگی؟ این همه مدت اونجا بودی؟ چی بگی؟ کنه از وقتی که اومدی رو هم دیگه 20 دقیقه حرف نزدی. چیز جالبی واسه تعریف کردن ندارم. میگم چه بارونی میاد نه؟ حال مادر زنت چطور؟ همون جوری که بود، مثل سابق، مریض احوال. پدر ما رو در آورده. چرا؟ آدم ساده ایه. ساده نه، نمیدونم، با هم خیلی خوبه ها، ولی زنت صبوره. مادر زنت واسه همین باد خوبه. اینم حرفیه. زنم صبوره، هیچی به مادر زنم نمیگه، اونم هیچی نمیدونه با هم خوبه. آره؟ تقریبا. بعضی از سادگی محبتشون هرز میره. تیکه میندازی؟ نه. چرا تیکه میندازی؟ یه فامیل داشتیم رضا، یادت میاد؟ حالا یه فامیل داشتیم رضا، حرف نمیزد. وقتی هم که حرف میزد جوک میگفت. خوبه باز با فایده زندگی کرد. آره الان حکایت توه. حرف نمیزنی، یه جمله میگونم شیش ماه، یه دفعه شیش ماه آدم رو میاری تو خاموری جملت که این جمله چی بود، چی شد، از کجا اومد، کجا رفت. جای دوری نمیره. تیکه داریم اینجا. بیل کن سعید، مواظب باش بچه. علی چته؟ نمیفهمم اینو. از وقتی که اومدی من حس میکنم مثل یه بمبی که هر لحظه احتمال داره که منفجر بشه. بگو اگه هر چی هستش بگو به هم. من چیزی گوش میدم. همیشه همینجوری بودم. باش هیچیت نیست دیگه. اوکی. بابا یه اون با عزت زندگی کرد، با عزتم مرد، خدا بیام عزتش. 76 سال عمر کرد. برای کسی که 76 سال عمر کرده که آدم ماتم نمیگیره. 40مش هم گذاشت تموم شد رفت. میدونم چی تو سرت داره میگذره. داری میگی چه داداش احمقی دارم، نمیدونه برای مرگی بابا نراحت نیست. حق داری،
به نظر من عصب و نصب و خون و این حرفا هیچ معنی نداره. تو این مادر در نظر بگی از نوزادش جداش کنه، بعد 20 سال دوباره ببینتش، امکان نداره حسش مثل مادره دیگه باشه، به خاطر اینکه برای زحمتی نکشیده. حس تو هم نسبت به بابا همینه، نمیتونه مثل من باشه. خیاطیت هم خوبه. چی؟ خوب میبری میدوزی. علی من کاملا دارم علمی بهت میگم، آدم ها برای کسایی که بیشتر زحمت میکشن وقتشون رو میذارن، غم از دست دادنشون هم بیشتر اذیتشون میکنه. سر همینه که آدما نمیتونن مرگ بچه‌شون رو قبول بکنن، ولی مرگ پدر و مادرشون رو میتونن قبول بکنن. تو هم قبول کردی؟ من که قبول کردم. چی میگی؟ آره من قبول کردم، ولی واقعا زحمتشون هم کشیدم. میخوام اینو بهت بگم که سخت‌تر از تو قبول کردم اتفاقا. ولی سالای آخر من پوستم کنده شد. بابا واسه تو نصفه بود، 20 سالت بود از ایران رفتی، بابایی که این همه مدت نبینی که دیگه بابا نیست، ولی من پوستم کنده شد، جون کندم براش. چجوری کندی؟ این همه این ور اون ور بردنش، مرضش، دردش، این بیمارستان. تو گفتی سالای آخر عمرش تو روستا و باغش زندگی کرد. آره ولی کی همه این کار رو انجام میداد براش؟ علی من علکی بهت میگم، تو یه چیزیت هست. من چیزیم نیست. من چیزیم نیست، ولی تو انگار به خودت شک داری. فهمیدم علی، فهمیدم برای چی ناراحتی. تو به یه دلیل بزرگتر ناراحتی. نه علی، علی خودمون دوتا اعتراف کن که مقصر تو بودی، تو دعوارو شروع کردی. علف کردی، زدی مجسمه رو شکوندی، منم از اتاق انداختم. ای دروغ نگو، مجسمه مال قبلش بودش. اصلا تو به همینجی گفتی عشقم میکشه بندازمت بیرون، من انداختم. نشسته رو شیشه، حالا برفا کنه بزنی چیزی ببینیم. امکان نداری یادم بره، به خاطر مجسمه انداختمت از اتاق بیرون. ای بابا من از اتاق انداختی اون دستمون لای در بدن اومدم دستتو، منم گفتم بهترین موقعیت گاز بیم، گازت گرفتم. بابا گفت چرا دست داداشت گاز گرفتی؟ گفتم به خاطر که من از اتاق انداخته بیرون. اومد بزن تو گوشم، گفتم نه 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 نه، به یه دلیل بزرگتر گوشتم بود، منم دستش گاز گرفتم. این به یه دلیل بزرگتر از اونجا مات شد. آره مامان انگوش شد، دیدی چه حالی شد؟ حال تو جا آورد ولی حسابی. مامان خیلی تو رو دوست داشت. چه میه علی. چه آدمی داشتیم، چه خونه ای داشتیم. یادته؟ تو مونه گربه ها رو یادت میاد تو خونه همسایه؟ یه با یه گربه کلش رو دب بگیر کرده بود، تفتک اون از این پله های گلخونه بیاد پایین، تق 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 بیخواد این برون بر. آخه بالا خودتا اینجوری تو چی خودتا بکنچی؟ ماما 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 الان میمیره. مامانم تفتک مونه بود چی کار بکنه؟ خدا بیامرز اون 200 متر چجوری دوید از اون کوچه پشتیه رفت؟ آره
برسه به در خونه. گربه گربه کلش تو دبه در آوردیم سالم بود. وای تو چه گریه کردی از خوشحالی. تا یه سال سوژه بودی. گنجیشکاری هایته؟ ای خدا بگم چی کارت کنه علی؟ من با چه بدبختی اونا رو میگرفتمشون. منم با چه خوشحالی اونا رو میپروندمشون. این خاطر بازی ها نطقتو باز کرده. علی تو همیشه گیری، همیشه برات همه چی مسئله داره. علی من نه، من برعکس تو سر همی همیشه دنیا به کامم هم بوده. به حال آدم دیگه یه موقع کلش رو دبه است، یه موقع بیرون دبه. آره ولی بعضی وقتی که کلتو حتی دبه بیاری بیرون دیگه اون کله سابق نیست. نه تو فقط من گربه سالم سالم بود، فقط یه خود تفتای خیس عرق شده بود همین. تو بعضی موقع من دا یاد جمالی میندازی. مدیر مدرسه‌مون بود، آدم عجیبی بود. هر حرفی که میزد دوتا میشد برداشت ازش کرد. یه ازش میپرسیدی گمان درسته یه گمان، گفت گمان کنم گمان درسته. بند نهی بردی؟ بند؟ چرا؟ بلش مهمی. نه چی میگفتی؟ از چی؟ از اونجا دیگه، یا اونجا زندگی کردیم، مگه میشه آدم چیزی برای تعریف نداشته باشه؟ همش تنهایی بوده، چی بگم؟ تنهایی؟ باشه باشه، ما هم باور کردیم. بگو دیگه با چشت نمیزنیم، بگو. خب من یه پرستار معمولی هم توی بیمارستان خیلی معمولی، توی شهر خیلی خیلی معمولی. سر و کارم با بیمارای سرطان خونه. اگه بخوای میتونم پروسه درمان سرطان از شیمی درمانی تا پیوند مغز و استخوان واسه تعریف کنم. نه تو رو خود نه تعریف نکن. اندازه کافی خودمون درد و مرض داریم. هر با که این قندم میفته میمیرم و زنده میشم. تو بیماری قند داری؟ آره خوبش هم دارن. از هر 2 میلیون نفر یه نفر میگیره. گاهی وقتا اینقدر این قند اذیتم میکنه که اگه بهش نرسم میرم تو کما، باید آمپول بزنم. جون تو آسیم کرده. خودی یواشتر برو سعید، هنوزم تو رو هنگی. بگو دقیقاً چیه مشکل بیماری؟ خیالی اصلا نکن راجبش حرف بزنم. بگو ببینم تو چرا تا الان زن نگرفتی، بچه دار نشدی؟ یعنی اون جریان اینقدر جدی بود؟ نه جدی نبود. یه چیزایی یادم یه چیزایی یادته؟ 19 سالم بود، یه سال بود عقد کرده بودیم. تو 15 سال به خاطر مرجان زن نگرفتی؟ میبینی تو رو خدا هر کسی تو این دنیا یه جور چوبه حماقتشو میخوره. خیلی سعی کرد بیاد پیشم، نشد. مجبورش کردن طلاق بگیره. بعد از اون موقع تا الان هیچ خبری ازش نداری؟
از وقتی ازدواج کردم. چرا این همه مدت نیومدی ایران؟ یادت نیست با چه وضعیتی رفتم؟ چرا بدون گذرنامه رفتی؟ ولی چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ بدون گذرنامه رفتن یعنی چی؟ یعنی که فرار کردی، ولی خب بعدش چی شد؟ چرا نیومدی؟ یعنی از مرز فرار کردی؟ یعنی بدون هواپیما رفتی؟ یعنی رو بال کرکس ننشستی؟ یعنی تو بیابون گشنگی کشیدی؟ کتک خوردی؟ مسموم شدی؟ پولتو زدن؟ تنهایی کشید؟ یعنی همه اینا. خب من هیچ کنم اینا رو نمیدونستم. اینکه با من نبودی که بدونی. و یه هیچ کس هم نگفت. کسی چیزی نمیدونست که بخواد بگیم. بابا که فرستاده چرا نگفت؟ بابا با من نبود. من باید بهش میگفتم که نگفتم. چرا نگفتی؟ بکن سکت. فرقی میکنم. میگفتم که قصه های مامان ده برابر بشه. از اون موقع دیگه هیچی رو نگفتم. بعدش چیکار کردی؟ هفت سال توی رستوران هندی خوابیدم. هفت سال؟ خب برمیگشتی ایران؟ یعنی اون موقعی که میتونستی برگردی ایران برمیگشتی دیگه. من هیچ کم اینا رو نمیدونستم. ماما این سالای آخر چقدر بیقراری میکرد، همش دلتنگت بود. تنها دلیل من برای برگشتن به ایران مادر بود. نتونستم بیام. وقتی هم اومدم مادر رفته بود. خدا بیامرزه، تو خونه راه میرفت گفت علی علی علی. وای چقدر آرزو داشت ببینتت. حاضرم همه زندگیم رو بدم ولی یه بار دیگه ببینمش. برای چایی؟ نه واسه خودم. خدا رامو یادم رفته بیارم. آمپولات؟ گفته بودم که خندم بیفته ماجرا داریم. اگه با چینی و شکلات هم حل نشه باید آمپول بزنم، بلده میرم تو کما. خب برگریم رستوران قند برداریم. بابا این همه رو کجا برگریم؟ جلو سوپرمارکت نیست؟ شکلاتی، بیسکویتی، قندی چیزی بخرم. سوپرمارکت علی توی این بره بیابون تا ته این جاده هیچی نیست، کوفتم پیدا نمیشه. سعید میخوای بس کن علی، بسه دیگه، ولش کن، یه با نمیخوام ازمش فکر کنم.
ببخشی. ما گفتیم الان تو میری اون بر دانشگاهی اون بر رو میتره کنی، چرا اونجا درس نخوندی؟ تو که اینجا شاگرد اول بودی. بابا هم به خاطر همین با دیگه هیچ وقت حرف نزد. آره من عاشق درس خوندم بودم، ظاهرم ساده و بیورزه بود ولی تو درس خوندن از همه بهتر بودم. قبل از اینکه از ایران برم دانشکده پزشکی قبول شده بودم، اینو که یادته؟ آره این یادمه. خیلی پزشکی رو دوست داشتم ولی هزینهش خیلی بالا بود، هیچ کس ازم حمایت نکرد. سعید اگه اون اتفاق مسخره نیفتاده بود و مجبور نبودم از مرز فرار کنم الان. علی من نمیگیم تو بیارزه بودی که، من دارم میگم تو چرا درست اونجا ادامه ندادی. میگن آدم ها انتخاب میکنن که چی یادشون بمونه چی از یادشون بره. شما ها یادتون رفت از خودتون بپرسین اگه علی اونجا دانشگاه قبول بشه هزینهش چی میشه؟ قبل از گرفتن اقامت فقط میتونستم پول غذا و جا و مکانم رو در بیارم. حتی یه تایمی به جای سگ کار کردم. نه مثل سگ به جای سگ. نه مثل سگ. اونجا پولدارا وقتی میرن شکار سگاشون هم میبرن، شکار میکنن بعد سگ رو میفرستن میره شکار رو میاره. یه پولداری بود سگش مریض بود، گفت پول غذا تو میدم جای خوابت هم با من، به یه تایمی بر من کار کن. منو به جای سگ استخدام کرد، شکار میکرد من میرفتم شکار رو براش میآوردم. حتی چند بارم با چند تا سگ بحثم شد که این شکار صاحب منه نه شکار صاحب شما، تو دمای منهای 25 درجه. علی من اصلا اینا نمیدونستم، من 15 سالم بیشتر نبود. الان چند سالته؟ 30 سال. باز شانس آوردیم نرفتیم تو دره. نه ترسونی که 15 سال پیش زد یه نفر کش برادرت بود، 15 سال هم به خاطرش بدبختی کشید، دیگه از این غلطا نمیکنه. من اصلا نخواستم اینا رو یادآوری کنم. جرممو یادآوری کنی یا سالی که به خاطرش تنهایی کشیدم و هیچ کس نفهمید؟ وسایل پنچرگیری کجاست؟ سلام آقا. تا هرچی کشیدی لاغت تنه سالمه، بازم نسته عمران بدم ولی این بدبختی و مرض رو نکشم. الان حالت چطوره؟ الان خوبه ولی باید اون موقع رو ببینی. ببینی تو رو ببینی شاید داروات اینجا بشه. نیست دیگه کلن ساک داروها رو نگه بردم. باز کن خوب نگاه کن. بابا نیست دیگه من لعنت چون گشتم. چیکار میکنی؟ هیچی نیکی سانتا نمیده، من مطمئنم آوردم.
ببخشید داداش، من اونجا زیاده روی کردم، معذرت میخوام. بیخیال بابا، بعد این همه مدت اومدی ایران بهتر همه چی فراموش کنی، بذار سفرمون خراب نشه. سعید جاده رو، سعید نگرد و پاتو هر روگز بردار. سعید سعید پاتو هر روگز بردار. چیه سعید؟ چیه؟ سعید تو اولین آبادی چقدر راهی؟ سعید؟ کشا گذاشتی آمپولاتو؟ کجا گذاشتی؟ الان حال چطوری؟ آمپولاتو من برداشتم. میشنمی داداش کوچیکه؟ آمپولاتو من برداشتم. کیف دواهاتو من برداشتم. میخواستم به قول خودت توی این برهوت به مرگ طبیعی بمیری که بفهمی 15 سال مثل مرده زندگی کردن یعنی چی. سعید دقت کردی تو هر چیزی رو که دوست داشته باشی باور میکنی، هر چیزی رو که دوست نداشته باشی باور نمیکنی؟ مثلا باور داری که من پنهانکارم، که تک خورم، که اونجا خیلی به هم خوش گذشته، ولی باور نداری که من حرفی واسه گفتن ندارم. 15 سال تنهایی بوده، 15 سال دربدری بوده سعید. باور داری که مریضی بابا حال و وقت تو رو گرفته، که واسهش جون کندی، ولی باور نداری که اون بابای منم هست سعید. باور داری که اون واسه من یه بابای نصف نیمه است، چون ازش دور بودم، ولی باور نداری که تو بابا منو مثل یه گوسفند قربونی کردی. الان اون گوسفند اومده انتقام بگیره سعید. مرگت علی. نمیشتمم، بگو بلندتر، بگو نمیشتمم، بگو من اینجا، بگو نمیشتمم، بگو بلندتر، بگو میگه چه مرگته. من مرگم نیست، من سالمم سعید، ولی تو انگار یه چیزی هست. سرده آخه، سرده تو؟ داری میمیری؟
داره میمیره، داداش کوچولوی من داره میمیره، داره میمیره. میخوای موزیک گوش بدیم؟ موزیک گوش کنیم. دوست داری؟ ها؟ میگن موسیقی گیاه مرده رو زنده میکنه. تو که گیاه نیستی ها؟ آدمی. گوش کن. آها، نکنه به یه دلیل. آره، تو به یه دلیل بزرگتر الان حالت بده. آمپولات. باید آمپول بزنی. میگن آدم ها موقع مرگ گذشتهشون یادشون میاد. سعید، جمالی رو یادته؟ چقدر اذیتش میکردین، مسخرش میکردین برای اینکه فارسی رو درست حرف میزد. وقتی سالها کسی پیشت نباشه که باهات فارسی حرف بزنه، دلت لک میزنه برای اینکه یه نفر، حتی یه نفر سعید، اسمت رو با تلفظ درست صدا کنه. ترقه گذاشین زیر صندلیش، بیچاره اومد تا بشینه. داشت سکته میکرد سعید. دارو اونو کجا گذاشتی؟ بده گذاشتم و به هم بده تا داروهاتو بد بدم. ها؟ خوبه. میبینم عاجزی، داری مثل داداش بزرگت افسرده میشی سعید. ببین، پیچیده شدی، داری زندگی رو سخت میگیری. بذار زندگی به کامت باشه سعید. ها؟ به مغز گندیدت فشار بیار، ببین یادت میاد چجوری زندگی منو تباه کردیم؟ چرا لال شدی داداش کوچیکه؟ من صدای تو رو نمیشنوم. چرا لال شدی؟ اهلی من هیچ گناهی نه. آینم یکی از اون باورهای مسخره است که آقا جون تو کله پوک تو کرده. سعید، هوا داره باز میشه. نکنه تو راستی باور کردی وقتی با ماشین زدی به پسر فرار کردی من پشت فرمون بودم؟ آره؟ آره؟ جورت بگم. آره، تو منو مجبور نکردی، اسلحه بیخ گوشم نذاشتی، ولی سکوت کردی چون من گواهینامه داشتم تو نداشتی. تو شدی عزیز دردونه، من شدم تو سری خور. چی نگاه میکنی؟ چی نگاه؟ آها، الان وقت اون لبخندهای مسخره همیشگیته که بگی علی تو خودت خواستی، علی تو خودت تصمیم گرفتی. آره من خودم خواستم سعید. ولی تو چی؟ تو تو این 15 سال به قربانیت سر نزدی. سر نزدی. بیا. بگو. یا بوگه فرستادن اروپا. آره، منو فرستادن اروپا. تو روح منو کشتی سعید. 15 سال روح منو کشتی. علی مجبورت نکردن که. وقتی من پیدام کردن بابا نگات کرد، تو درجه قبول کرد. آره من قبول کردم. من این که حرفا قبلا زده شده بود. من یه جوری تربیت شدم که همیشه سپر بلای تو باشم. تو همیشه پشت سر من قایم شدی. من فقط 3-4 سال از تو بزرگترم. من
فقط 3-4 سال هست رو بود. علی تو دروغ میگی، دارومو تو بر نداشتی، کار از تو بر نمیاد. وقتی آدمو مجبور کنن خلاف طبیعتش زندگی کنه، حتما خلاف طبیعتش رفتار میکنه. این یه قانونه سعید، یه قانونه. تو هیچ وقت فکر نکردی بابا برای چی حمایت مالیشو از کسی که جونشو واسه برادرش گذاشت قطع کرد؟ همه یه زندگیمو به خاطر یه نظر اون تو آدم بیارزهی بودی، درس نخوندی، از اون رو با رفتنت استفاده نکردی، تمام پول بابا رو به باد دادی. علی کدوم پول؟ مزخرفه. تو داری از 5-6 ماه پولی حرف میزنی که فقط به درد زنده موندن میخورد. دیگه اون بچه سنگین بود، دیگه بابا نمیتونست بر تو پول بفرسته. اون بچه یه ما بعد از که من به ایزدم مرد، یادته؟ یادمه، خوب یادمه که چطور بیگناه توی اون دادگاه زیر بار نفرین اون خانواده یخ میزدم، یخ میزدم سعید. یادمه چجوری رو مخم کار کردین، باسم سند جور کردین که زندان نرم، که حرفامون یکی بشه. آخر سرم لطف ددی شامل حالم شد، آواره کوه و بیابون شدم. علی تو وقتی به ایش زدم بچه نتونستم بایستم، فرار کردم. میدونی چرا؟ به خاطر این گواهی نامه نداشتم، میفهمی؟ کی گفته آدم های ترسو آدم های نفهم باید قربونی داشته باشن؟ کی گفته تو نباید تاوان حماقت تو خودت بدی؟ کی گفته؟ واقعا دلت بیا من ادام کنم؟ اگه 1% میخواستم خودم رو دلداری بدم فقط برای این بود که تو اعدام نشی، اما بقیه شی. زندگی من مهم نبود. بابا نمیتونستی بده، اگه مجبور نبود که نمیفرستاده، به خاطر که دوستت داشت فرستاده. آها، چون منو دوست داشتیم به خانواده مقتول گفتی منو تو مرز کشتن. آره آره آره، یا می‌خواستی از شر اولیای دم خودتون خلاص کنین؟ ها حرف زنده‌داش کوچیکه، حرف زنده‌داش کوچیکه. چیه؟ واسه مراسم ختم گرفتین که خودتون رو آروم کنین؟ آگهی جلی تحریم منو بهشون نشون دادین؟ ها آره آره آره. تو می‌دونی من نمی‌دونستم پرونده تو مخدوم شده؟ بیا چی؟ ها ها می‌زنی دستو می‌خوای برگردی؟ آره کسی نیست رو میخواد اگه بیا. بابات قر بود اون موقع، بابات قر بود. بیا بابات قر بود، بابات زنید. باید تو غربت بمیری تا بفهمی تو غربت مردن یعنی چی. داداش کوچیکه، داداش کوچیکه. بیا سردی، گرم شدی، گرم شدی. بیا میخوشم آنالی. نگاه کن دیگه نمی لرزم، سالمه سالمه، خوبه خوبه. میبینی؟ میگم میبینی؟ آره
دو ساعت دارم شماره تو میگیرم آنتن نمیده. واسه کوکم آنتن نمیده دیگه. چیه؟ واسه چی نفس نفس میزنی؟ او خوبم، بگو چیه؟ راستشو بگو، حالت خوبه؟ وای فراگیر نده. چیه؟ کیف داروات خونه جا مونده. دو ساعت پیش که دیدمش وحشت کردم. خدا رو شکر که تو حالت خوبه. من فکر میکردم تا الان رسیدیم. تو رو خدا رسیدی بلافاصله خودتو برسون به داروخانه. پشت گوش نندازی یا سعید. الو سعید، صدا میشنوی؟ چرا علی؟ به یه دلیل بزرگتر داداش. میخواستم عصبانیت کنم که قندت بره بالا، وگرنه ممکن بود بری تو کما. دکتر نشدم ولی پرستار خوبی هم دادمش. Yeah.